سلام دوستان، در این فیلم میخواییم در مورد شبیه سازی و شبیه سازی در سیستم ها و فرآیند ها با هم صحبت کنیم. اینجا قصد ما صحبت کردن در مورد شبیه سازی بر اساس رویدادها هستش و ما مفاهیم و اصول شبیه سازی و کاربرد اون رو بحث میکنیم، ولی وارد مباحث آماری و ریاضیاتی اون نخواهیم شد، چون خود اون یک دوره مجزا و پیشرفته ای رو لازم داره. خب، شبیه سازی در حقیقت مجموعی از روش ها و رویه ها هستش که با از طریق این روش ها و رویه ها رفتار سیستم های واقعی تقلید میشه. چرا تقلید میشه؟ ما از طریق تقلید کردن این سیستم اول میتونیم سیستم رو به خوبی بشناسیم و بعد میتونیم اون رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم و از طریق اون تجزیه و تحلیل ها میتونیم عملکرد سیستممون رو اندازه گیری کنیم و در عملکرد اون سیستم بهبود ایجاد بکنیم. خب، مثل همه روش های تجزیه و تحلیل، شبیه سازی هم درگیر فرآیند ها و سیستم ها و مدل ها هستش. دوستان حتما با تعریف سیستم آشنا هستن. سیستم یک مجموعه از فعالیت ها و رویداد ها هست که و فرایند ها هست که این مجموعه از فعالیت ها در راستای هم در راستای رسیدن به یک هدف مشترک، یک یا چند هدف مشترک در حال انجام کار هستن و با هم ارتباط دارن. خب، ما سیستم هامون رو که در واقعیت وجود دارن رو به مدل ها تبدیل می کنیم، بعد این مدل ها رو به زبون کامپیوتر در میاریم، بعد از طریق روش های تجزیه و تحلیل مدل هامون رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میدیم که یکی از روش های تجزیه و تحلیل همون شبیه سازی هست که یعنی شبیه سازی هست که داره سیستممون رو تقلید میکنه و شبیه سازی میکنه. خب، در صورتی که اون سیستم از قبل وجود داشته باشه، ما در راستای اندازه‌گیری و بهبود اون سیستم برای از شبیه سازی استفاده میکنیم. اما وقتی که سیستم ما از قبل وجود نداشته باشه، ما از شبیه سازی استفاده میکنیم که یک سیستمی رو که طراحی بکنیم که تا جای امکان بهبود داشته باشه، بهینه باشه. و خب، همیشه میدونیم که وقتی که یه چیزی هنوز انجام نشده 100% خیلی سخت خواهد بهینه خواهد بودش، اما از شبیه سازی ما حد اکثر استفاده رو میکنیم که این بهینه بودن وجود داشته باشه. خب، میدونیم که مدیرها و مسئولین سیستم ها خیلی وقتا دوست دارن که بدونن اون سیستم چجوری عمل میکنه و نحوه عمل و فعالیت هایی که در اون سیستم وجود داره واسه این مدیرها خیلی مهمه. چرا؟ چون ما با شناخت کارهایی که تو اون سیستم داره انجام میشه میتونیم بهبودها را پیشنهاد کنیم و با شناخت کامل و تمام جزئیات اون سیستم هستش که ما در راستای بهبود فرایند و سیستممون قدم برمیداریم. پس همیشه شناخت سیستممون جزء اولویت های اولیه ما شاید باشه. و یک دلیل دیگرش هم ما بخواهد بدونیم که وقتی که تغییری توی سیستم اون ایجاد میشه رفتار اون سیستم چجوری خواهد بود. یعنی اگر تغییری توی یک سیستم من بدم و ببینم که اون تغییر باعث میشه که سیستم من چجوری عمل بکنه، خب میدونید که تغییرات همیشه هست و در دنیای امروزه ما تغییرات با شدت خیلی زیادی هم داره ایجاد میشه و همیشه تغییرات دامنگیر ما بوده و خب یک مبحث در حقیقت دانشگاهی سنگینی هم هستش، مدیریت تغییرات، که دقیقا در مورد تغییرات پژوهش میکنن و ما از شبیه سازی میتونیم اینجا استفاده بکنیم بدون اینکه تغییرات رو توی واقعیت در سیستم اعمال کنیم تا ببینیم چه رفتاری رو نشون میده. شبیه سازی اون تغییرات رو در مدل خودمون اعمال بکنیم و ببینیم سیستم چه رفتاری میده. خب، همونطور که فهمیدید، یکی از روش‌های
دیدن رفتار سیستم در هنگام وجود تغییرات، اعمال اون تغییرات تو خود سیستم به صورت واقعیه. ولی خب ما همیشه نمیتونیم این کار رو بکنیم. مثلا در نظر بگیرین که من یک چراغ راهنمای رانندگی دارم توی یک چهارراه و میخوام بدونم با تغییر مدت زمان قرمز بودن اون چراغ رفتار ترافیک و رفتار اون سیستم که حالا ترافیک بخشی از اون هستش چجوری هست. و خب من میتونم به صورت دستی اون مدت زمان چراغ قرمز رو تغییر بدم و مقدار ترافیک رو مورد تجزیه تحلیل قرار بدم و خب از طریق روش‌های آماری پس از اون عمومیت بدم. حالا تو سیستم ترافیکی شاید واسه یک چهار را امکان پذیر باشه این کار رو بکنم، اما شما یک شهری مثل تهران رو در نظر بگیرین و بخواین که اصلا کل اون شهر رو ببینین با تغییراتی که توی چراغ راهنمای رانندگیش ایجاد میشه، توی سیستم ترافیکی ما چه تغییراتی به وجود میاد. خب این کار امکان پذیر نیست که من بیام هی تک تک این چراغا رو تغییر بدم ببینم چی میشه، اما میتونم یک مدلی رو از شهر تهرانم بسازم و با شبیه سازی اون مدل و اعمال تغییرات توی اون مدل تجزیه تحلیل خودم رو انجام بدم. پس در شرایطی که امکان اعمال تغییرات وجود نداشته باشه یا بسیار هزینه بالایی رو داشته باشه، شبیه سازی یکی از روش‌هایی هست که کمک شایان رو به تصمیم گیرندگان خواهد کرد تا بتونن تصمیمات خودشون رو بهتر بگیرن. خب دوستان حتما با مدیریت فرآیندها آشنا هستن. وقتی که ما بخوایم یک سیستمی رو ایجاد کنیم یا بهبودی بدیم، مدیریت فرآیندها بیزنس منیجمنت روشی هست که از اون استفاده میکنیم و استانداردهای زیادی داره. حالا اسمهای مختلفی میتونیم واسمون قرار بدیم: مدیریت فرآیندها، مدیریت فرآیندهای کسب و کار، مهندسی سیستم ها، مهندسی سیستم ها و روش ها. اسمهای گوناگونی وجود داره که خب مدیریت فرآیندها یه اسم هستش که بیشتر بابه. خب برای انجام پروژه مدیریت فرآیندها، وقتی که حالا سیستممون هم هنوز وجود نداره، ما از 4 مرحله اصلی گذر خواهیم کرد. مرحله اول طراحی اون مدلمون هستش، اون سیستممون هست. ما اول مدلمون رو طراحی میکنیم و خب متغیرهای اون رو شناسایی میکنیم، حالا به صورت ریاضیاتی. ممکنه خیلی جاها ما مدل فیزیکی هم داشته باشیم، مدل فیزیکی ایجاد میکنیم و غیره. بعد اون که ما مدلمون رو طراحی کردیم، بعد اون رو آزمایش کنیم، مورد آزمون قرار بدیم، که اینجا ما میتونیم از روش شبیه سازی استفاده کنیم، از متد شبیه سازی استفاده کنیم تا مدلی که طراحی کردیم رو مورد آزمون قرار بدیم و خب باگ های اون رو بگیریم و سعی کنیم که یک مدل بهینه رو تهیه کنیم. بعد که مدل ما مورد آزمون قرار گرفتش و به نتیجه رسیدیم که میخوایم اون رو اجرایی بکنیم، وارد فاز اجرا میشیم. خب هر کدوم از این فازها باید بگم که یه دوره آموزشی هستن. خود طراحی مدل، خب استانداردهای BPMN، APQC، مدل APQC، مدل مثلا ایزو، خود ایزو و مدل های مختلفی وجود داره که یه اسلاید توی سایت دیاکو هست که میتونین از اون استفاده کنین و با خود مدیریت فرآیندها کمی آشنا بشین، که اون هم مقدمه بر مدیریت فرآیندها هست و به صورت دیتیل نمیاد، چون واقعا یک دوره دانشگاهیه. بعد خب ما که آزمون کردیم، وارد فاز اجرا میشیم. پس اینجا من از شبیه سازی میتونم استفاده کنم. بعد وقتی که اجرا کردم، حالا میخوام اینو تجزیه تحلیل کنم و بعد از این تجزیه تحلیل ها بهبودم رو ایجاد بکنم. خب ما اینجا هم میتونیم از شبیه سازی استفاده بکنیم به عنوان یک روش تجزیه تحلیل و سیستم موجودمون رو مورد تجزیه تحلیل قرار بدیم، تقلید کنیم اون رو و ببینیم با اعمال تغییرات چطور خواهد شد. و وقتی که تغییراتی که مورد نظرمون هست که باعث بهبود، ایجاد بهبود تو سیستم میشه،
این بهبود رو یا اقدامات اصلاحی یا پیشگیرانه یا هر چیزی که هست رو اعمال بکنیم و خب چرخمون رو به فاز طراحی ببریم، یعنی اون تغییراتمون رو در حقیقت اول استخراج بکنیم از طریق شبیه سازی، بعد اونا رو طراحی و مدل کنیم و دوباره این چرخه رو که حالت همون چرخه پی دی سی ای داره رو جلو ببریم. خب حالا انواع شبیه سازی رو با هم صحبت کنیم. حالا که فهمیدیم کاربرد شبیه سازی چیه، مفهوم شبیه سازی چی هستش، میخوایم در مورد انواع شبیه سازی صحبت کنیم. خب در ابتدا سیستم ها یا ایستا هستن و یا پویا. حالا شبیه سازی هم بر همین اساس جدا میشه. در شبیه سازی ایستا زمان یک نقش ذاتی رو نداره. یعنی چی؟ یعنی اینکه زمان باعث ایجاد تغییر در حالت سیستم نمیشه. ولی در شبیه سازی پویا ما در طول زمان تغییر در حالت سیستم رو خواهیم داشت. خب اکثر مدل های عملی پویا هستن و ما وقتی که مدلمون رو ایستا میکنیم در حقیقت داریم یه ساده سازی رو دون ایجاد میکنیم. حالت سیستم البته باید گفته بشه که به چی؟ به مجموعی از متغیرها میگن که اون سیستم رو توصیف میکنه. به طور مثال تو همون قضیه ترافیک، سیستم ترافیکی، چراغ راهنمای رانندگی یک متغیری هست که توی اون سیستم تعریف میشه، یا خب خیابون، یا مثلا چه خیابونی باشه، خب به هر حال سیستم من مثلا خیابونی که پر ترافیک هست با خیابون کم ترافیک خیلی فرق داره دیگه. بعد خب تمام این مجموعه متغیرهایی که برای توصیف اون سیستم استفاده میشه تو یک لحظه زمانی رو، تو یک لحظه رو حالت اون سیستم میگن. که خب تو شبیه سازی ما ابتدا حالت سیستممون رو باید تعریف کنیم و این سیستممون رو بشناسیم و بعد بتونیم وارد مباحثش بشیم. دوم اینکه از لحاظ پیوسته و گسسته بودن شبیه سازی رو جدا بکنن. خب شبیه سازی پیوسته در حقیقت به شبیه سازی میگن که وضعیت اون سیستم به صورت پیوسته در زمان تغییر میکنه. مثلا یک سدی رو در نظر بگیرین که آب توی اون جمع میشه. خب آب به صورت پیوسته جمع میشه تو اون یا خالی میشه و ما نمیتونیم بگیم تو یک باز زمان رو هر چقدر کوچیک‌تر کنیم باز هم در میلی ثانیه هم زمان، خب آب داره بخار میشه و داره از مقدار سطح ما کم میشه و خب یا داره زیاد میشه وقتی که بارون داره میادش. ولی در یک مدل گسسته تغییرات بر اساس نقاط زمانی ایجاد میشن. یعنی چی؟ یعنی به طور مثال من یک مشتری یا یک ماشین رو در نظر بگیرین که وارد سیستم من شد، یک زمان، یک لحظه زمانی هستش که باعث میشه که در حقیقت ورود ماشین من رو تعیین میکنه، تو یک بازه زمانی هستش یا تو یک نقطه زمانی هستش که ماشین من پشت چراغ قرمز میمونه. پس نقاط زمانی به صورت گسسته و جدا از هم باعث در زمان روی دادن رویدادها هست، وجود دارن و نقاط زمانی رو داریم اونجا. خب دو حالت قطعی و احتمالی هم برای شبیه سازی در نظر گرفته میشه. خب ما بیشتر شبیه سازی آماریمون به صورت احتمالی هستش که احتمالی ها رو وارد بحث قرار میدیم. منظور از احتمالی یعنی که ورود رویداد، حداقل ورود رویداد تصادفی باشه که حالا توزیع خاص مربوط به خودش داشته باشه، توزیع نمایی داشته باشه، وقوع یک رویداد از توزیع نمایی پیروی کنه، یا به طور مشابه تعداد ورود مشتریان از توزیع پاسون مثلا پیروی بکنه. خب ما مدل قطعی تو واقعیت خب نداریم دیگه. ما در حقیقت تو جهان واقعی ما همه چیز احتمالی هستش، هیچ چیز قطعی وجود نداره و وقتی که ما مدل رو قطعی در نظر میگیریم داریم ساده سازی میکنیم. مثلا تو یک
سیستم کتابخونه رو در نظر بگیرید که شما میرین یه کتابی رو میگیرید تا برید خونه اون رو مطالعه کنید و کتابخونه به شما میگه حد اکثر تا 2 هفته میتونید اون کتاب رو داشته باشین و فرض شده که زمان قطعی هستش و شما پس از 2 هفته میارید، ولی تو همون سیستم اگر ساده سازی رو انجام ندید ممکنه یه شخصی تاخیر داشته باشه و خب جریمه رو باید پس اون پرداخت بکنه و خب ما باید اون تأخیر رو هم توی شبیه‌سازی خودمون لحاظ کنیم. خب حالا وارد مفاهیم پایه شبیه‌سازی میشیم. ما یک سری آیتم ها توی شبیه‌سازی تعریف میکنیم که از طریق اون میتونیم شبیه‌سازی رو انجام بدیم. یکی از اولین موارد اون نهاد یا انتیتی هستش. انتیتی ها رو میتونیم اینطوری تعریف بکنیم، در حقیقت بازیکنان اون فرایند یا سیستم هستش. تو هر سیستمی، حالا تو هر شبیه سازی که انجام میشه، دیگه سیستم اینجا بهتره نگیم، ولی خب تو شبیه سازی که انجام میشه بازیکنایی وجود داره که اون بازیکن ها وارد سیستم میشن، تغییرات روشون اعمال میشه، ممکنه تغییرات وارد اعمال کنن به سیستم و خب کارهای روی اون نهادها انجام میشه و حالا وضعیت نهادها تغییر میکنه و غیره، که اون بازیکنها خب انتیتی یا نهاد میگیم. مثلا وقتی که وارد بانک با سیستم بانکی میشیم، مشتری یک انتیتی هست که وارد بانک میشه و خدمتی رو دریافت میکنه و حالا ممکنه راضی یا ناراضی بره بیرون، یه بازه زمانی رو تو این بانک میاد و قرار میگیره، منبعی واسه اون مشتری ما مصرف میشیم که حالا جلوتر به منابع میرسیم و خب تمام تغییرات داره رو اون نهاد اعمال میشه در حال حاضر و در سیستم ما اون نهاد در حال حرکته، وارد میشه، خدمت میگیره توی بانک و خارج میشه. خب خارج شدن هم اینجا اشاره شده که ممکنه یک نهاد اصلا سیستم ما خارج نشه. ما اگر حلقه‌ای توی یک فرآیندمون داشته باشیم، مثلا یه باکسی اینجا داریم، بعد این وارد یه باکس دیگه میشه، مثلا دوباره کاری میگیم اینجا چک بکنیم که این درست هست یا نیست، اگر درست نبود دوباره باید بره از اول و خب این پروسه انجام میشه و اگر درست بود خب وارد مرحله بعدی که اگر خروج باشه خروج میکنه. خب ما ممکنه هیچ وقت این قطعمون رو پذیرش نکنیم و همینطور برگرده و دوباره کار روش انجام بشه و خب در این حالت حلقه ایجاد شده و ممکنه یک انتیتی از سیستم من خارج نشه. خب مفهوم بعدی ویژگی ها یا خصیصه هستش. هر نهاد دارای ویژگی های هستش که اون ویژگی های یه جورایی تعریف کننده اون نهاد ماست و خب هر نهاد که یعنی نهادهایی که اون ویژگی ها رو دارن مفهوم کلی اون ویژگی یکی هستش، ولی مقادیر اون قابل تغییر هستش. پس ویژگی ها برای هر نهاد میتونه متفاوت باشه، مقدار اون میتونه متفاوت باشه و ولی اگر ویژگی رو واسه نهادمون تعریف کردیم اون ویژگی ها ثابت هستش، یعنی همه مشتریان من یه ویژگی شاید داشته باشن ولی مقدار اون ویژگی واسه اون هر مشتری متفاوت باشه، واسه هر نهاد متفاوت باشه. مثلا اینجا اولویت بندی تعریف شده، یکی از ویژگی هایی که یه مشتری میتونه داشته باشه اولویت بیشتر یا اولویت کمتر اون مشتری باشه. میتونیم یه تعریف دیگر رو رضایت مشتری در نظر بگیریم، یه مشتری دارای رضایتی هستش و وقتی که از سیستم خارج میشه ممکنه با رضایت اصلا از یه باکس یه فعالیت خارج میشه، ممکنه داره یک رضایت خوب بد یا متوسطی باشه و اونو کم میکنیم. خب حالا اینجا تعریف کرده که میتونیم ویژگی‌ها رو به یک برچسب مثال بزنیم. شما یک برچسبی رو در نظر بگیریم که روی اون
نهاد من قرار داده شده، اون برچسب حالا سفید هستش و بر روی همه حالا نهادهای من قرار داده میشه و میتونیم رو اون مقدار ویژگی رو بنویسیم، مثلا مقدار اولویت، اولویت 1، 2، 3 و غیره رو. خب مفهوم بعدی متغیرها هستن. یک متغیر یک تیکه اطلاعاتیه. متغیر مفهوم خیلی گسترده‌ای داره، توی مباحث مختلف شاید تعریف‌های مختلفی ازش بکنه. چیزی که میتونه تغییر پیدا کنه یک مفهوم خب واژه‌ای اون هستش. یک متغیر توی شبیه سازی مفهوم یک تیکه اطلاعاتی رو داره که میشه اینطوری در نظر بگیریم که یک فضایی هست که تو اون من اطلاعات قرار میدم. خیلی اینجا شبیه تعریف متغیر در برنامه‌نویسی شاید باشه. من توی این متغیر خودم اطلاعات خاصی رو قرار میدم. به طور مثال تعداد ورود میتونه درون یک متغیر قرار بده، تعداد ورود توی یک فعالیت، یا اینکه تعداد صف، مقدار زمان انتظار، مقدار زمان انتظار، مقدار زمان بودن در سیستم و حالا چیزهای مختلف. خب من پس مورد بعدی منبع هستش. خب من تو سیستم شبیه سازی خودم منابع رو حتما باید داشته باشم، چون نهادهای من وارد میشن تا از اون منابع استفاده کنن. همونطور که میدونین منابع دو صورت هست، منابع مصرفی و منابع تجدیدپذیر، که خب نیروی انسانی رو هم به منابع تجدیدپذیر مربوط میکنن، هرچند که از دیدگاه استراتژی منابع انسانی دیگه منابع انسانی نیستش و سرمایه های انسانی هستند. و خب حالا توی شبیه سازی ما زیاد وارد دیتیل مدیریتی منابع انسانی نمیشیم و اینطوری فرض میکنیم که وقتی که به طور مثال وارد یک بانک میشین، توی اون بانک یه کلاینت داریم، یه کلرک داریم. کلاینت هم مشتری من هستش که وارد میشه، کلرک یا کارمند بانک یکی از منابع من هستش و خب مشتری من وارد میشه تا از اون منبع استفاده کنه. یکی دیگه از منبع هم پول میتونه باشه، من منبع پولی دارم مصرف میکنم اینجا و خب تجدید ناپذیرم هستش و موارد مختلف. حتی فضا از مکان هم یک منبع هستش. خب به طور مثال من محدودیت فضا دارم واسه انبار کردن کالاهای خودم، دپو کردن کالاهای خودم، که اون هم یک جور منبع به حساب میادش. مورد بعدی صف هستش. خب صف یکی از ویژگی‌ها یا یکی از مواردی هستش که شبیه سازی بافتنی بر رویدادها به اون خیلی وابستگی و تکیه داره. ما خیلی جاها میخواییم بدونیم که مقدار زمانی که یک نهاد منتظر یا انتظار میکشه تا منبع خالی بشه و بتونه از اون منبع استفاده بکنه چقدر هستش. اون زمان انتظار واسه منبع چیه؟ صف ما هستش، مدت زمانی که طول میکشه که منبع برای منبعی که در حال خدمت دادن به نهاد دیگری هست رو خالی بشه رو صف میگن. پس خب مورد بعدی رویداد یا ایونت هستش. یک رویداد یا پیش آمد یک چیزی در لحظه زمان هستش، یک چیزی که رخ میده در یک لحظه از زمان که باعث میشه ویژگی ها یا متغیر ها توی یک نهاد تغییر بکنن و حالت اون در حقیقت نهاد من تغییر پیدا میکنه. به طور مثال وقتی یک قطعه وارد دستگاه ذوب میشه، رویداد ورود به فعالیت ذوب کردن باعث میشه که اون قطعه آهنی من حالت خودش اصلا از دست بده و به یک مایع تبدیل بشه. خب یه مثال دیگه، ورود یک لحظه زمانی هست، یک ایونت هستش. فعالیت های من که حالا بحث بعدی هستش، اگر اینطوری در نظر بگیرین که یه باکسی باشه، یک رویداد ورود داره بازم به اون فعالیت و
و یک رویداد خروج از اون فعالیت رو ما داریم. حالا تو اون اگه بستش بدیم، ورود و خروج به فرایند میرسه، ورود و خروج به زیر سیستم ها میرسه و ورود و خروج به خود سیستم ها میرسه. اما تو حالت اسکیل فعالیت من رویداد ورود دارم و رویداد خروج دارم که بازه زمانی بین اون فعالیت من تعریف میشه. پس فعالیت ها یک بازه زمانی هستن که نهاد در اون قرار میگیره و از منابع استفاده میکنه. البته ما فعالیت هایی هم داریم که فقط زمان میبره و ممکن تجهیزات و منابع واسه اون استفاده نشن. به طور مثال خشک شدن رنگ، من منتظر میمونم که قطعه ای که رنگ زدم خشک بشه. من شاید منبع خاصی واسش استفاده کنم، هرچند که فضا خودش یک منبع اینجا، ولی خب من محدودیت فضایی ندارم و میتونم از اون صرف نظر کنم و بگم که منبعی توی در حال حاضر استفاده نمیشه. خب در آخر بر اساس یک فرآیندی که وجود داره در حال حاضر برای یک رستوران، فرض کنین که یک فرآیند ساده رو برای یک فرآیند سرو غذا واسه مشتریان رو ما اینجا تهیه کردیم و مدل کردیم. خب این سیستم من رستوران هستش. این فرآیند در ویزیو تهیه شده و در نرم افزار ویزیو هم شبیه سازی شده و خب اینجا من مشخصات مختلف این فرآیند رو جدا کردم. خب کل سیستم من که رستوران هستش، این سیستم من هستش. خب سیستم من از فرآیند مستقیم تشکیل شده و از زیر سیستم تشکیل نشده، این فرآیند من هستش. بعد رویداد، یکی از رویدادهای من رویداد ورود هستش که با علامت دایره نشون داده شده. فعالیت بعدی که اینجا انجام میشه توسط مشتری فعالیت نگاه کردن دنبال میز خالی گشتنه. یکی از فعالیت‌های دیگه من دریافت خدمت از حالا پیش خدمتکاران رستوران هست و حالا منبع هزینه داره واسش مصرف میشه و مشتری که میاد وارد دریافت خدمت میشه و خود این فعالیت، حالا این مباحث فرآیندی است و طریق مدل سازی اون یک زیر فرآیند هستش که یک سری فعالیت ها و کارها توی خود این داره انجام میشه و این بلک باکس هستش. اینجا مشتری من نهاد من هستش که خصیصه اون میتونه خوشحال بودن یا ناراحت بودن باشه که تغییر میکنه، که حالا اینجا در نظر گرفته نشده. بعد متغیرهای من به طور مثال توتال کاست هستش و اوریج تایم. اینا هم متغیرهای من هستن که هر یک دارن گزارش هایی رو به من میدن و اصلا کل زمان شبیه سازی من یک متغیر هستش که هر بار شبیه سازی میکنم یه عددی رو میگیره. کل هزینه وارده بر سیستم من دوباره یک متغیر هستش و همه اینها مثلا میانگین هزینه بزه هر مشتری و غیره. خب اینجا من صف رو به صورت یک فعالیت هم جدا کردم. همونطور که میدونین صف هم به هر حال داره یه فضایی میگیره، یه زمانی میگیره. من میتونم با باکس فعالیت همون رو جدا کنم، اون بستگی به نحوه مدل سازی من داره. میتونم اینو حذفش کنم و بیارم اینجا مثلا نشون بدم که مشتری من پشت این صف بسته، یا میتونم بگم که اینجا صف رو دارن تشکیل میدن. خب اینجا صفحه من تشکیل میشه که زمان واسش باید در نظر بگیریم که چقدر زمان طول میکشه تو صف قرار بگیره. حالا شبیه سازی بر اساس رویداد میگه که من ورودم اینجا به صورت احتمالی هستش و از یک توزیع، به طور مثال توزیع نمایی پیروی میکنه. این باکس من وقتی که داره یه سرویسی یا یک کار رو اینجا انجام میشه نیز زمانش از یک توزیع دیگه پیروی میکنه و هر کدوم از اینها یک توزیع، مثلا این یک توزیع بینوم داره که 0.1 هستش، برنولی داره که 0.1 هستش، اینم همینطور. این توزیع ها هر کدوم اینجا قرار داده شدن و هزینه من میتونه اینجا ثابت باشه یا احتمالی باشه. اگر ثابت فرض کنم، یعنی من ساده سازی کردم، اگر احتمالی فرض کنم خب به واقعیت بیشتر نزدیک. زمان
اصولا اگر زمان رو هم ثابت بگیریم دیگه معنی شبیه سازی رو میتونه از دست بده، پس بهتره که زمان هم به صورت احتمالی پس بیشتر اوقات در نظر گرفته میشه. خب یکی از مواردی که وجود داره، من به جای شبیه سازی میتونم از تئوری صف استفاده کنم. مثلا اینجا صف من MM1 ممکنه باشه و من به طور از مفاهیم تئوری صف و ریاضیات صف استفاده کنم و تجزیه تحلیل خودم انجام بدم، ولی دیگه نمیتونم. مثلا اینجا نرمال داره و اینجا مثلا یک توضیح مثال یه نمایی باشه بازم، یا اینجا مثلا توضیحش از گاما پیروی کنه یا هر توضیح دیگه. دیگه من اینجا واقعا نمیتونم از مفاهیم صف استفاده کنم و از روش های دقیق استفاده کنم، بنابراین من از شبیه سازی استفاده کنم. شبیه سازی یکی از محدودیتاش خب اینه که تخمین میزنه و تخمین یک عدد دقیق نیستش و خب ما هم تو تصمیم گیری همون شاید عدد دقیق خیلی کمکمون کنه، ولی بیشتر تجزیه و تحلیل شبیه سازی و حالا بقیه تجزیه و تحلیل ها به تصمیم گیری ما وقتی کمک میکنن. تخمین خودش درست ساده سازیه، ولی همون تخمین هم خیلی به ما کمک خواهد کردش. به خاطر همین من این محدودیت شبیه سازی رو میپذیرم و میام با قبول این که با یک درصد خطایی شاید زیادی هستن من دارم شبیه سازی رو انجام میدم، ولی از کمک های اون حداقل اول از همه شناخت سیستمم و بعد تجزیه تحلیلی که میکنه میتونم استفاده کنم. خب امیدوارم که از این فیلم استفاده کامل رو برده باشید. متشکرم از توجه.